به نام خدا سلام کرمی هستم از انگلیش توتی درس امروز زمان حال کامل قسمت منفی و سوالی خب در مورد زمان حال کامل یا همون ماضی نقلی توی درس قبلی صحبت کردیم امروز میخوایم اول این زمان رو منفی بکنیم و بعد سوالی بریم اول ببینیم که چجوری باید این زمان رو منفی بکنیم خب همونطور که تا الان شاید نزدیک ده بار گفتم هر جایی که ما فعل کمکی داشتیم در زبان انگلیسی برای منفی کردن اون جمله فقط کافی کلمه منفی کننده نات رو بعد از اون فعل کمکی بیاریم که اینجا فعل کمکی ما have و has هستش I have done my homework من تکالیفم رو انجام داده ام ساختار نها کنین اول فایل اومده بعد فعل کمکی have بعد شکل سوم فعل و بعد بقیه جمله حالا اگه من میخوام این جمله رو منفی بکنم تنها کاری که باید انجام بدم این است که نات رو بعد از فعل کمکی که اینجا have هست بیارم I have not done my homework که بچه خیلی ساده تر ما میتونیم مخفف بکنیم I haven't done my homework من تکالیفم رو انجام نداده هم. یه مثال دیگه He has changed او تغییر کرده حالا میخوام این جمله رو منفی بکنم not رو باید بعد از فعل کمکی که اینجا has هست بیارم he hasn't changed اون تغییر نکرده یه مثال دیگه the weather has been good هوا خوب بوده همین جمله رو منفی بکنم not بعد از فعل کمکی میاد the weather hasn't been good هوا خوب نبوده یه مثال دیگه they have cleaned the house اونا خونه رو تمیز کردن هم جمله رو منفی بکنم not بعد از فعل کمکی they haven't cleaned the house اونا خونه رو تمیز نکردن I haven't changed I haven't changed I haven't disappeared I haven't disappeared He hasn't been here He hasn't been here He hasn't called He hasn't called She she hasn't mentioned you me before She she hasn't mentioned you me before She hasn't said a word She hasn't said a word. They haven't done anything. They haven't done anything. They haven't found him. They haven't found him. We haven't forgotten. We haven't forgotten. We haven't met. We haven't met. You haven't heard. You haven't heard. You haven't failed. You haven't failed. خب برای سوالی کردن هم طبق معمول چون اینجا فعل کمکی داریم فقط کافیه جای فایل رو با این فعل های کمکی عوض بکنیم مثال He has arrived. اون رسیده ساختار نگاه کنید فایل has که فعل کمکی ما هست و شکل سوم فعل اگه این جمله رو من میخوام سوالی بکنم فقط باید جای فعل کمکی رو با فایل عوض بکنم Has he arrived آیا اون رسیده؟ برای جواب دادن هم از خود سوال استفاده میکنیم Yes, he has. آره رسیده. No, he hasn't. نه نرسیده. یه مثال دیگه. You have washed your hands. تو دستاتو شستی. هم جمله رو سوالی بکنم. جای فعل کمکی با فایل عوض میشه. Have you washed your hands? آیا آره تو دستاتو شستی؟ جواب. Yes, I have. آره شستم. No, I haven't. نه نشستم. یه مثال دیگه. She has watched this movie. اون این فیلم رو دیده. میخوایم جمله رو سوالی بکنم. Has she watched this movie? آیا اون این فیلم رو دیده؟ جواب از خود سوال. Yes, she has. آره دیده. No, she hasn't. نه ندیده. یه مثال دیگه. We have paid the bill. ما صورتحساب رو پرداخت کردیم. حالا می‌خوام جمله رو سوالی بکنم. Have we paid the bill آیا ما رو پرداخت کردیم جواب yes we have آره پرداخت کردیم no we haven't نه پرداخت نکردیم they have seen you lately اونا اخیرا تو رو دیدن خواهیم جمله رو سوالی بکنم have they seen you lately آیا اونا اخیرا تو رو دیدن Yes, they have. آره دیدن. No, they haven't. نه ندیدن. Has he come alone? Has he come alone? Has she been here? Has she been here? Have they hurt you? Have they hurt you? Have they questioned you? Have they questioned you? Have you uh, have you seen my boy? Have you uh, have you seen my boy? Have you spoken to her? Have you spoken to her? خب امیدوارم که از این درسم لذت برده باشین تمرین اینستا یادتون نره جمله سازی بکنین همین پایین کامنت بذارین اگه دوست دارین میتونین از خودتون فیلم بگیرین صحبت بکنین و برای من بفرستین اگه هنوز برنامه انکیو دانلود نکردین میتونین اون رو از شبکه های ما با آدرس انگلیش اندرلاین توتی دانلود بکنین لایک کامنت و اشاره گذاری هم یادتون نره درس بعدی هم حتما ببینید تا درس بعدی خداحافظ